اگر مرغ داری، فیل مرغ داری، کبوتر داری یا هر نوع پرنده ای را داری که کد ای را نمیفهمی به درختان خود چه قسم بیتی، در این ویدیو دقیق تماشا کن که روش استفاده ای را ما بر شما یاد بدم. درود به تو دوست خوبم، قربان آزاد هستم و خوش آمدین به کانال یوتیوبی باغبان آزاد. دوستای عزیز، شما بر روش های مختلف کد مرغی یا کدی که از پرندگان به وجود می آید می توانید به درختان خود بتین، ولی روشی که من امروز برای شما تشریح می کنم و یاد می توم روش شیره کشیدن از کد مرغی یا کد پرندگان هست که شما ای را به کد مایع تبدیل کرده و به درختان خود می تین. چی قسم باید استفاده کنی؟ بهترین روش هست که خیلی سریع نتیجه می ده. شما فقط نیاز هست یک گودال یک متری یک در یک که عمقش نیم متر باشه می کنین، مثلا یک در یک و عمقش نیم متر می کنین. البته باز با توجه به تعداد درختان و مقدار کدتان در نظر بگیرین. ما به طور مثال یک در یک نیم متر عمق را به شما مثال میزنم، شما میتونین هر قسم خودتان دوست داشتین نظر به فرمول استفاده کنین. خب اول وقتی که شما گودال را کندین، بعد روش پلاستیک میگیرین و سرش خوب خاک میندازی و پلاستیک محکم میکنی که شیره کود نباید داخل زمین تزریق شود. خب وقتی که این کار را کردین، شما به اندازه یک فرغوند خوب محکم و یا اینکه 50 کیلو کود را، کود مرغی را خوب اول نرم میکنی، بل میزنی، خوب قطع قطع میکنی، بعد داخل این میندازی و بعد به اندازه 50 الی 100 لیتر آب داخلش میندازی و بعدش چیکار میکنی؟ برای مدت یک ماه ای را میمانی و تا مدت یک ماه ای را هر وقت هم میزنی و خوب مختلط میکنی، گرد میکنی. از 10 روز تا یک ماه زمان استفاده ای است. در 10 روزگی شما که میتونید از استفاده شروع کنید تا که 20 روزه و حتی 30 روزه نشده، یعنی می موقع شما میتونید استفاده کنید. ولی اگر بتونید تا 30 روزه ای را هم بزنید و هم بالاخره سرش کدام یک پلاستیک بگیرید که گرم شه و آبش گرم شه و زودتر تجزیه شود، خیلی نتیجه عالی میگیرید که بعد از یک ماه کاملا رنگش تغییر میکنه و بسیار کد قوی میشه. حالا چه قسمی را استفاده میکنید شما؟ خب وقتی که شما قرار بود که بعد از 2-3 روز بعد این کود را استفاده کنین، یک کار خیلی عالی میکنین. کاری را که شما انجام میتین، به اندازه نیم کیلو پودر گوگیرد یا پودر سلفر داخلش میندازین که احتمالاً کدام قارچی، چیزی، امراضی، آفاتی در داخل ای باشه، ای کاملا از بین بره. بعد از 3-4 روز باز دوباره را هم میزنی، به راحتی را میتونی استفاده کنی. چه قسم استفاده میکنی؟ کدام وسیله را میگیری، داخلش میگیری و ای را در داخل یک مخزن دیگه میندازی و سر اون مخزن را حتما باید فیلتر یا مثلا کدام پارچه بگیری که فیلتر شوه. اگر شما بعضی وقتا شاید ممکن مثلا به شکل آبیاری قطره استفاده کنین، میتونین داخل آبش بندازین و برای هر درخت، مثلا یک درخت یک ساله تا 4 ساله را، برای هر درخت یک لیتر از این محلول در نظر میگیرین. و یا اگر درختان شما کلانتر هست، برای هر درخت مثلا از 4 ساله تا 10 ساله را برای هر درخت 2 لیتر در نظر میگیری. خب شما شاید آبیاری قطره نداشتین، باز هم میتونین ایره یا فیلتر بکنین یا مستقیم میتونین از اونجا بگیرین و اندازه 2 لیتر، 3 لیتر، 5 لیتر برای هر درخت توزیع کنین. مثلا درخت یک ساله هست تا 4 ساله 1 لیتر میزنی، درخت 4 ساله تا 10 ساله را 2 لیتر میزنی و از 10 ساله و بالا 5 لیتر میزنی. درخت ها مختلف است، مثلا یک درخت است 15 ساله است، 20 ساله است، شما میتونین برای هر درخت 5 لیتر بزنین. کدام زمان از روز میتونین استفاده کنین؟ وقتی که شما آبیاری کرده باشین و آب در حال نشستن به زمین باشه، کاملا جذب نشده، شما آبش قطع کردین، آب در حال نشستن به زمین، جذب شدن به زمین هست، همون موقع سرش میندازی که این همراه آب همزمان جذب زمین شود، در آخرین بار این نزدیک ریشه ها میرسه و کاملا یک تغییر بسیار عالی به درخت شما رخ میده و درخت شما بسیار رشد اساسی میکنه. خب حالا کدام فصل سال ما، کدام وقتی رو ما باید استفاده کنیم؟ خب بهار 3 ماه است، کدام فصل از بهار، کدام ماه از بهار ما باید استفاده کنیم؟ خب دوستای عزیز، وقتی که اول بهار هست، درخت ها در حال رشد کردن هست، پندوق ها، اون موقع درخت قدرت اساسی در برگ ها وجود ندارد. در برگ ها نوده ها بسیار حساس هست، اگر شما اون موقع استفاده کنین جوانه ها را می سوزانه
شما حداقل باید یک ماه صبر کنین از اول بهار تا یک مقدار درختها شاخ برگشان رشد کرده توانایی پیدا کنن، نور آفتاب رو بتونه جذب کنه. بعد از یک ماه اول بهار به راحتی شما میتونید از این محلول استفاده کرده و کاملا درخت خود را بسیار با اموتور پر میوه بسازید و رشد درست حسابی کنه. چی فایده داره برای درختانتان؟ شما بعد از یک ماه که استفاده میکنین باعث میشه که میوه ها خودش کلان شوه، برگ ها رنگش سبز شوه و بسیار درخت شما قدرت بگیره و میوه های با کیفیت بر شما تولید کنه. و حتی این میتونه به جای کد 320 کار بده، به جای فروت ست کار بده، چون تمام مواد غذایی در داخل کد مرغی هست. دوستای عزیز، امیدوارم که شما دهقانی که در هر گوشه هستین رویش استفاده ای را یاد گرفته باشین و اگر کدام سوال داشتین میتونین در کامنت ها بنویسین تا ما در زودترین فرصت جواب شما را ارسال کنیم. و باز هم اگر خواستین ویدیوهای بیشتر که به شکل ارگانیک و طبیعی هست که در باغداری استفاده میشه دوست داشتین، روی پوشه پیش روی کلیک کنین، تمام آموزش ها را ثبت کردین میتونین ببینین. تا ویدیو دیگر، شما را به الله یگانه میسپارم.